این هفته باز هم در آمریکا، با هوش مصنوعی کارگردان، سقفی که حرکت میکنه و دوربین پزشکی جیبی. نور، صدا، حرکت، این تصور خیلی هاست از یک کارگردان، کسی که با گفتن این واژه ها چیز رو میسازه که تماشاچی ها رو جادو میکنه. واقعیت اینه که کار یک کارگردان موفق بسیار فراتر از این است. یک کارگردان خبره فرد باهوشیه که برای ریزترین جزئیات فیلمش برنامه‌ریزی میکنه. اما آیا این تنها ملزومات ساخت فیلم هستند؟ منظورم هوش، خلاقیت و برنامه‌ریزیه. اگه اینطوره، آیا هوش مصنوعی میتونه جایگزین کارگردان بشه؟ وقتی به هوش مصنوعی اجازه بدید که خلاقیتش رو نشون بده، این اتفاق میفته. In a future with mass unemployment, young people are forced to sell blood. It's something I can do. You should see the boy and shut up. سان اسپرینگ فیلمیه که فیلمنامه‌اش رو تماماً یک چتبات هوش مصنوعی نوشته. چتباتی که برای تقلید از فیلمنامه‌های علمی تخیلی آموزش دیده. Well, I have to go to the skull. I don't know. تماشای همچین چیزی باحاله، ولی باید در جریان موضوع باشید. به نظر میاد که هنوز نوشتن یک داستان هیجان انگیز یا حداقل یک داستان معقول و منطقی برای هوش مصنوعی غیر ممکنه. ولی چی میشه اگه نوشته‌ها رو شما بهش بدید و اجازه بدید که اون کارگردانی کنه؟ و چی میشه اگه به هوش مصنوعی کنترل کامل انتخاب لباس، دوربین و زاویه اون رو هم بدید؟ انتخاب بازیگر رو چطور؟ اگه اون رو هم بهش بدید چی میشه؟ شرکت ساچی ان ساچی زویک لبز رو که در لس آنجلس فعال استخدام کرد تا این کار رو انجام بده. اونها تصمیم گرفتن که به جای ساخت یک فیلم سینمایی کامل، یک پروژه قابل مدیریت بردارن، یک نماهنگ، چیزی که معمولا نقطه شروعی برای کارگردانهای تازه کاره. یک گروه رقص فرانسوی بهشون اجازه داد تا روی یکی از آهنگاشون کار کنند. ترانه آهنگ مثل فیلمنامه است، ولی تفسیر هنری بر دوش این ماشین‌های هوش مصنوعی می‌افته. کار یک کارگردان با نظم و ترتیب و تخصص‌های بسیاری گره خورده و مغز مصنوعی بزرگی وجود نداره که بتونه از پس همه این کارا با هم بر بیاد. اما این امکانش هست که پیشرفته‌ترین و تازه‌ترین بخش‌های هوش مصنوعی رو سرهم کرد و یک مجموعه تشکیل داد. و چه مجموعه‌ای هم شده. پیش از هر چیز از واتسون آی بی ام برای تجزیه و تحلیل ترانه ها استفاده شد تا حدس بزنه که در هر بیت ترانه چه احساساتی وجود داره. بر این اساس بشر میتونه از نسل بعدی هوش مصنوعی حال و هوای ویدیو رو درخواست کنه و برای این کار باید روی صندلی کارگردان نشست. میس رینا، ما یه سری سوال آماده کردیم که به درد وقتی میخوره که شما به عنوان کسی که داره برای چنین کاری آماده میشه، ممکن است کسی مثل من بپرسید پرسش هایی مانند نقش ها کیا هستن؟ هوش مصنوعی بهمون جواب داد شب یا روز. این یه جواب غیر منطقی و تصادفیه، درسته؟ میسرینا یک چتبات توییتریه که در قالب یک دختر 17 ساله ژاپنی فرو رفته و ازش یک عالم سوال شده، مثل اینکه نقش‌ها و شخصیت‌های این ترانه کی‌ان و چه حرکاتی رو باید نمایش بدن و چی تنشون کنن. اونطوری که من فهمیدم، این هوش مصنوعی به خصوص طوری برنامه‌ریزی شده که با طرفداراش در توییتر گپ بزنه. اون یه شناسه توییتریه. میلیون‌ها نفر فالوور داره و درگیر کلی گپ و گفته. و حس می‌زنم که این کار رو مثل یه دختر 17 ساله ژاپنی انجام میده. مرحله بعد انتخاب بازیگر. اما یک کارگردان چطور یک بازیگر رو برای یک نقش انتخاب میکنه؟ چیزی که مسلمه اینه که بازیگر باید بتونه با اون نقش ارتباط برقرار کنه، از نظر احساسی حس رو به تماشاچی منتقل کنه، چیزی که از درون اون میاد، از ضمیرش میاد. کارگردان هم از این موضوع سر در میاره، اما کامپیوتر که ضمیر ممیر سرش نمیشه. چیزی که کامپیوتر میتونه انجام بده اینه که
امواج مغزی و فعالیت‌های اون رو از طریق یک الکترونسفالوگرام اندازه‌گیری کنه. در یک جلسه بسیار غیرعادی انتخاب بازیگر، از 10 هنرپیشه از همه جا بی‌خبر خواسته شد تا این ترانه رو بخونن. در همون حال حالت چهره و امواج مغزیشون با خواننده اصلی آهنگ مقایسه شد و در نهایت شخصی که احساساتش بیشتر از بقیه با خانم خواننده جور بود برگزیده شد. روز فیلم برداری حتی مسیر پرواز دوربین های پهپادی هم بر پایه تجزیه و تحلیل احساسی این آهنگ تعیین شده بود که دستپخت واتسون بود. وقتی به تدوین رسیدیم و وقت انتخاب نما و تصاویر و برش با هم شد، شرکت زویک یک تدوینگر جدید هوش مصنوعی ساخت. این کار با ایجاد یک سری پیوند از نماها به صورت تصادفی شروع شد و بعد از بازخورد گرفتن از آدمها یاد گرفت که اونها از چه جور تصاویری خوششون میاد. بعد از تلاش‌های بسیار به نسخه نهایی ویدیو جلوه بصری داده شد که خودش یه جورایی هنر شبکه‌های عصبی بود. در واقع یک جور سبک شب و روز به صحنه‌های حضور شخصیت‌ها داده شد. سوال اینه که نتیجه چه عذاب در اومد؟ هم خوب هم بد. نتیجه نماهنگیه که بعید جایزه هنری ببره. در حقیقت این گروه موسیقی که معمولاً برای نماهنگاشون خیلی خرج میکنن و چیزهای خفن میسازند، سعی کردن تا فاصله خودشون رو از این یکی حفظ کنن. من که از ته دلم معتقد نیستم این رو هوش مصنوعی کارگردانی کرده. شما چی فکر میکنید؟ کاری که اینا کردن به نظرم این بوده که برای کارهای مختلف هوش مصنوعی رو گرده هم آوردن. مثلا از چت‌بات پرسیدن که بازیگر چی بپوشه. اشخاص زویک هم اظهار نظر خاصی نمی کنن. یعنی از نتیجه راضی بودن. به عنوان کارگردان پشت صحنه باید بگم که این خیلی تهدیدآمیزه، چون طولی نمیکشه که این فناوری تکامل پیدا میکنه و مثلا اون تدوینگری که ما تولید کردیم کاملا توانایی تفسیر خواهد داشت و خواهد گفت اون صحنه خیلی احساسیه و این یکی توش حرکت داره و باید حتما از این استفاده کنم و اگه این به نمای بسته احساسی اون چهره کات بخوره باهاش خوب حال میکنین و از طریق پروسه یادگیریش میفهمه که چطوری یه چیزی روی یه چیز دیگه اثر میذاره. نه حالا، ولی در آینده نزدیک ما یه تدوین بسیار احساساتی رو از هوش مصنوعی شاید خواهیم بود. این حتما اتفاق میفته. این هفته 1007 ربات مینیاتوری رقصان به کتاب رکوردهای جهانی راه پیدا کردن. گوگل با تبدیل بازیکنان ترول و فحاش در واقعیت مجازی به سگ شیوه تازه‌ای از مقابله با افراد بدذات ارائه داد. و به مناسبت روز جهانی گربه، فیسبوک فاش کرد که بر اساس پژوهش‌های اونا افراد گربه دوست رفقای کمتری نسبت به افراد سگ دوست دارن و احتمال مجرد بودنشون هم خیلی بیشتره. همچنین در خبر دیگه‌ای فیسبوک اعلام کرد که از این پس ادبلاکرهایی رو که روی بعضی از شبکه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرن رو دور می‌زنه. این شرکت که سال گذشته 17 میلیارد دلار از محل فروش آگهی‌ها درآمد داشته، گفته که به کاربرانش گزینه‌های بیشتری بابت انتخاب آگهی‌هایی که می‌بینند خواهد داد. هواگرد ایرلندر 10 که چندی پیش در کلیک نشونتون دادیم، بالاخره از آشیانش به پرواز در اومد. وقتی که همه آزمایش‌ها در فضای آزاد انجام بشن، قراره که به طور ممتد تا 2 هفته در هر بار تست در آسمون باشه. و ناسا هم این هفته خبرساز بود. اولش که این تصویر با کیفیت فوق‌العاده بالا رو از یک راکت که با دوربین های داینامیک رنج خودشون گرفته بودن منتشر کرد و بعدش نوبت به انتشار انبوهی از تصاویر تازه از سطح مریخ رسید که توسط مدارگرد مارس ریکانسنس آربیتر تهیه شدن. و دست آخر آرامپازی، سازنده گیم، مأموریت خطیری رو به عهده گرفته و میخواد کل طول بریتانیا رو رکاب بزنه بدون اینکه از اتاقش بیاد بیرون. او با جفت و جور کردن یک عینک واقعیت مجازی گوگل و استریت ویو گوگل با دوچرخی ثابتش میخواد چاشنی تازه‌ای به تمرینات ورزشیش اضافه کنه. اگه یادتون باشه ژانویه گذشته بازدیدی داشتیم از کارگاه خلاقیت اتودسک در سان فرانسیسکو، جایی که هنرمندان و پژوهشگران با استفاده از نرم افزار CAD و چاپگرهای سه‌بعدی طراحی‌های واقعاً شگفت‌انگیزی اجرا می‌کنند. حالا به سراغ یکی دیگه از همون هنرمندان در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی در لس آنجلس رفتیم.
من در واقع تلاش میکنم که ارتباط بین بدن انسان و فضای ساخته شده را با در نظر گرفتن تکنولوژی های جدید، به خصوص تکنولوژی های تعاملی که در واقع هنرهای تعاملی رو میتونن ترویج بکنن، یک نوع ارتباط جدیدی از رابطه بدن انسان با محیط ساخته شده را بررسی بکنم. به خصوص من این ارتباط رو در رابطه ما با لباسی که ما میپوشیم بررسی میکنم که در واقع از نزدیکترین فاصله ما با محیط ساخته شده یا در واقع شیء ساخته شده توسط انسان هستش و این ارتباط رو یه جورایی در اسکیل بزرگ، در یک مقیاس بزرگتر، در لول معماری بررسی میکنم و اینکه چجوری معماری میتونه نسبت به کاربران یا در واقع استفاده کنندگان فضای خودش بتونه اکثر عمل نشون بده. به عبارت دیگه برای من مهمه که یه جورایی بررسی بکنم که چجوری محیط ساخته شده میتونه مثل یک موجود زنده باشه. Caress of the Gaze یک لباسی هستش که من طراحی کردم که از چاپکر سه‌بعدی استفاده شده و در واقع در داخلش یک کامرا یا دوربینی وجود داره که میتونه ردیابی بکنه افراد در اطرافش رو، نه تنها میتونه سنشون و جنسیتشون رو متوجه بشه بلکه میتونه دقیقا متوجه بشه که اونا دارن به کجا نگاه میکنن و بر اساس اینکه به کجا افراد کنار دارن اطراف دارن نگاه میکنن میتونه نسبت به اون عکس‌العمل نشون بده و حرکت بکنه. به عبارتی واسه من مهم بودش که چیزی بتونم طراحی بکنم که یه جورهایی بشه پوست دوم ما، لباسی که بتونه بشه پوست دوم ما. چیزی که برای من الهام بخش بود توی این مسیر نگاه کردن به الگوهای طبیعی بود. استفاده از چاپکر سه‌بعدی یا در واقع تکنولوژی های 3D پرینتینگ این امکان رو برای طراحان فراهم میکنه که نه تنها بتونن در واقع الگوهایی رو از طبیعت الهام بگیرن که بسیار پیچیده هستش، یعنی با دست نمیشه اونها رو تولید کرد، بلکه میتونیم با استفاده از این تکنولوژی ها ما جوری طراحی بکنیم که نه تنها شکلشون شبیه چیزایی هستش که از طبیعت الهام گرفته، بلکه رفتارشون یا در واقع اون جنسیتی که در واقع اون ماده میتونه از خودش نشون بده هم مثل چیزهای طبیعی باشه. برای من این مهم بودش که بتونم لباسی طراحی بکنم که بتونه نسبت به محسوس ترین موضوع اطرافش که نگاه آدم هاست بتونه عکس عمل نشون بده. ما همیشه به همدیگه نگاه میکنیم، در هر رابطه اجتماعی، در جامعه همه آدم ها به هم نگاه میکنن، ولی اینکه چجوری بتونیم اون اطلاعات رو به صورت دیتا در واقع بتونیم جمع‌آوری بکنیم و لباس ما بتونه نسبت به اون دیتاها پاسخ بده، این چیزی هستش که من خیلی دلم میخواست توی این پروسه بررسی بکنم و طراحی بکنم. سیناپس یک کلاه تعاملی یا اینتراکتیو هستش که اطلاعات رو از مغز میگیره و اون اطلاعات و داده ها رو در واقع تبدیل به حرکت کلاه میکنه. به عبارت دیگه هرچقدر شما بیشتر فکر بکنید کلاه باز میشه و حرکت میکنه به سمت بالا و هرچقدر شما کمتر فکر بکنید و بخواید در واقع از جامعه به دور باشید کلاه بسته میشه و یک فضای محسوس رو اطراف صورت شما فراهم میکنه. برای من توی اون پروژه هدف اصلی این بودش که به این فکر بکنیم چجوری ما میتونیم در واقع فاصله بین مغزمون، بین بدنمون و یک جسم خارجی رو از بین ببریم. به عبارت دیگه یه جورایی این پروژه داشت به داده های داخلیمون پاسخ میداد. اگر ما بتونیم یه چیزی رو خارج از مغزمون کنترل بکنیم، آیا میتونیم در واقع ادعا بکنیم که اون آبجکت بخشی از بدن ماست؟ چیزی که جالب هستش راجع به این دوتا پروژه در کنار هم این هستش که سیناپس در واقع یه جورایی به داده های داخلی مربوط به مغز ما داشت پاسخ میداد. Caress of the Gaze از طرفی داشت به اطلاعات خارجی پاسخ میداد، به اینکه آدم ها دارن به کدوم قسمت بدن شما نگاه میکنن. برای من یه جوری این دوتا پروژه در کنار هم به صورت مکمل دارن کار میکنن. اینکه پروژه بعدی چی خواهد بود شاید در واقع نوعی از لباس هستش که نه تنها اطلاعات رو از خارج میگیره بلکه از داخل میگیره. نه تنها شما در کنترل اعضای بدنتون هستید بلکه عوامل بیرونی هم میتونه برای اونا تأثیر بذاره و این شاید برای من الهام بخش پروژه بعدی باشه.
آرورا یک سقف اینتراکتیو یا تعاملی هستش که در واقع در همکاری من با USC و استیل کیس، کمپانی استیل کیس انجام شد و هدف این بودش که در واقع بررسی بکنیم که آینده فضای ساخته شده چیه. این پروژه از کامپیوتر ویژن استفاده میکنه. کامپیوتر ویژن در واقع سیستمی هستش که کامپیوتر میتونه محیط اطرافش رو ببینه، که در واقع برای این منظور از کینکت که در واقع یک سنسوری هستش که میتونه تمام قسمت‌های اعضای بدن رو ببینه و نه تنها در محیط سه‌بعدی ببینه. در واقع این سقف از کینکت استفاده میکنه تا حرکت افراد در فضا رو در واقع بررسی میکنه و اون اطلاعات رو به مایکرو کنترلر یا در واقع یک کامپیوتر کوچیک که مغز در واقع اصلی این پروژه هستش میفرسته. اون اطلاعات تبدیل به حرکت سقف میشن. ایده اصلی برای این سقف یا در واقع الهام بخش اصلی این بودش که من داشتم به این فکر میکردم که چجوری در واقع معماری میتونه یک معماری ایستا نباشه، چجوری معماری یا محیط ساخته شده ما میتونه در واقع به عواملی مثل حرکت کاربران در محیط ساخته شده عکس‌العمل نشون بده. برای من در واقع این پروژه به طوری یک مطالعه بود بر روی آینده معماری، به چه صورتی معماری میتونه از تکنولوژی‌های جدید استفاده بکنه و نه تنها شکلش بلکه در واقع فضا رو بتونه در تعامل با مخاطبانش عوض بکنه. اگه انسان ها بتونن به طور مرتب آزمایش های پزشکی و تندرستی رو انجام بدن، بیماری ها زودتر تشخیص داده میشن و جلوی کلی از مرگ و میرها گرفته میشه. اما تجهیزات تشخیصی در بیمارستان ها معمولا بسیار گرون هستند و از نظر اندازه هم اونقدر بزرگن که نمیشه توی خونه جاشون داد. اما در یکی از آزمایشگاه‌های دانشگاه استنفورد یک گروه از پژوهشگران دارن روی ساخت یک ابزار تصویربرداری پزشکی کار می‌کنند که قرار پول کمی رو از جیب خریدارانش خارج کنه و تقریباً هم توی جیب جا بشه. هدف ما اینه که ما بتونیم اندازه و قیمت و ابعاد این دستگاه‌ها رو در حدی بکنیم که بشه پورتبل باشه، قابل حمل کردن باشه، مثل تلفن همراهی که شما دارین در حد و اندازه تلفن همراه باشه. قطعاً و یقیناً وقتی ما دستگاه رو به این صورت ساده می‌کنیم، جایگزین دستگاه پیشرفته تصویربرداری پزشکی بیمارستان نخواهند بود، ولی کاردبوردهای متفاوتی خواهند داشت. ما وقتی بیمارستان می‌ریم ممکنه یه اسکن کامل بدن بگیریم که تمام جزئیات آناتومی ما رو نشون میده یا جزئیات چیزی که دنبالش هستیم، ولی برای این اپلیکیشن، برای این تکنولوژی ما دنبال مصارف خاص و اهداف خاصی هستیم که مثلا ممکنه برای سرطان سینه باشه، ممکنه برای همون سکته مغزی باشه که مطرح کردم، جایی که نمیتونیم با ابعاد بزرگتر مسئله رو حل بکنیم. این سامانه با فناوری ترمو آکوستیک کار میکنه که ترکیبی از امواج مایکروویو که داخل بدن وارد میشن و امواج آکوستیک ماورای صوتی که از بدن خارج میشن. با ترکیب این دو میشه جزئیات داخل بدن رو که لازمه نمودار کرد. یکی از اهداف این پروژه اینه که ادوات تصویربرداری پزشکی رو طوری به دست مردم برسونن که هزینه تموم شده و پیچیدگیش کمتر و ابعادش کوچکتر بشه، تا در نهایت به عنوان یک وسیله الکترونیکی مصرفی در حد و اندازه‌های موبایل در بیاد. علتش هم اینه که برای درمان بسیاری از بیماری‌ها لازمه که اطلاعات بیشتر و دقیق‌تری وجود داشته باشه. این یک تغییر بنیادین در حوزه تشخیص پزشکی به حساب میاد. دلیلش هم این هست که ما خیلی از مسائلی که الان اندازه گیری میکنیم و میجر میکنیم، زمانی که اندازه گیری میشه خیلی طولانیه. میزان دسترسی به این تصویرها هم خیلی کمه. با اضافه کردن، نزدیک کردن این تصویربرداری به مریض، جوری که شما ممکنه برید به داروخانه همون جور که کیت برای کسایی که دیابت دارن کیت اندازه گیری گلوکوز و انسولین رو میخرن، ممکنه کیت تصویربرداری پزشکی برای سرطان سینه رو بخرن. به جای اینکه هر دو سال برن اسکرین بکنن، ممکنه هر دو هفته یا هر ماه این کارو بکنن.
دسترسی به این همه دیتا و داده متفاوت پزشکی در زمینه‌های ماشین لرنینگ یا پردازش اتوماتیک دیتا هم خیلی به ما کمک می‌کنه، چون هم دیتای بیشتری خواهیم داشت، هم می‌تونیم در آینده تصمیم‌گیری‌های پزشکی رو از طریق سیستم‌های عامل اتوماتیک انجام بدیم که بهش میگم ماشین لرنینگ. در نظر بگیرید که شما توی آمبولانس یه سیستم تصمیم‌برداری پزشکی دارید و یکی از بیمارایی که وارد آمبولانس میشه سکته مغزی کرده بوده. سکته مغزی ما باید در بلافاصله بفهمیم چه نوع سکته مغزی بیمار کرده بوده. و الان راه حلی که داره اینه که این بیمار رو میبریم توی بیمارستان، ممکنه یک ساعت طول بکشه، بعد سی تی اسکنش میکنیم، جواب سی تی اسکن که اومد بعد اون دارو رو تجویز میکنیم. با این سیستم ما میتونیم بلافاصله این تشخیص رو بدیم و همونجا دارو رو تجویز کنیم. برای پیدا کردن رد سرطان در میان بافت باید دقت دستگاه در حد میلیمتر باشه، دقتی که در دستگاه فعلی در حد سانتیمتره. اما دقت ابعادی تازه یه قول ماجراست. قول دیگه دقت وضوحه، اینکه بشه یک سلول سرطانی رو در کنار یک سلول سالم از هم تشخیص داد. اگه این دو هدف به سرانجام برسن، شاید بتونیم به زودی دستگاه جمع جوری رو بخریم که توی هر داروخونه‌ای بشه پیداش کرد. ترافیک یا راهبندان، مشکلی که بسیاری از شهرهای بزرگ دنیا دست به گریبانش هستن. گاهی اوقات برای اینکه بریم اون ور شهر بایستی 2-3 ساعت توی ترافیک صبر کنیم. حالا در نظر داشته باشید پدر مادرهایی رو که قراره بچه‌شون رو ببرن اون ور، 2-3 ساعت بعدم برشون گردونن. خب نه به صرف هست که وایسن، نمیشه برگشت، برای اینکه وسط را دوباره باید سر ماشین رو کج کنن و برن سراغ بچه‌شون. اما به نظر میاد که تو لس آنجلس یک راه حلی برای این مسئله پیدا کردن. نوجوانی چه دورانیه؟ یه عالمه تکلیف خونه، فعالیت فوق برنامه فشرده بعد از مدرسه و والدینی که با وجود وقت کم باید اینور و اونور ببرنشون. فکر کنم وقتشه که آماده رفتن بشی. یه لحظه صبر کنین، این که به نظر خیلی هم خوب میاد، حداقل واسه این نوجوان. این که دائما بین محل کار و مدرسه و فعالیت‌های فوق برنامه در حال تردد باشین میتونه زندگی رو تبدیل به کابوس کنه. برای بعضی از والدین تاکسی تنها گزینه ممکنه. ولی تا چه حد میتونین مطمئن باشین که بچه‌تون در امنیت کامله؟ این پرسشیه که هاپ اسکیپ درایو میخواد پاسخگوش باشه. ما 3 نفری این شرکت رو راه انداختیم. همه ما مادران شاغل هستیم و روی هم 8 تا بچه داریم که به 6 تا مدرسه مختلف میرن و درگیر هر جور فعالیتی که فکرشو بکنین هستن. ما دیگه امکان رسیدگی به این وظیفه رو نداشتیم. کارلی عاشق رقصه و کارش هم در این زمینه خیلی درسته. ما در اصل جای دیگه‌ای زندگی می‌کردیم که نزدیک به بزرگراه بود و دسترسی خوبی به همه جا داشتیم. بعدش که اینجا اومدیم نمیتونستیم کلی از سر کار بکوبیم بیایم و سر موقع به کلاس رقصش برسونیمش. به همین خاطر به یه کلاس محلی بردیمش که به خوبی قبلی نبود. هاپ اسکیپ درایو میگه که کل سابقه راننده‌هاش از جمله اثر انگشتشون رو چک میکنه. اونا همچنین بهمون گفتن که متقاضیان این کار باید حداقل 5 سال سابقه کارهای پرورشی کودکان داشته باشن. در مقایسه با سرویس‌های مشابه، هزینه بیشتری باید براش پرداخت بشه. حداقل کرایه ورودیش 15 دلاره و اگه رقم کل کرایه‌اش رو در یه مسیر یکسان با اوبر مقایسه کنیم، بین 30-50% گرون‌تره. البته هاپ اسکیپ درایو برخلاف بقیه هزینه اضافه‌ای بابت کار در ساعت‌های شلوغ روز طلب نمی‌کنه. پایه‌گذاراش معتقدن که کار اونا ماهیتاً با یه تاکسی متفاوته. واقعا کل این کار یعنی توجه ویژه داشتن. مثلا راننده پسرم جکسون میره داخل مدرسه و ترخیصش میکنه و چون هنوز 8 سالش نشده یه صندلی مخصوص براش داره. منم به عنوان یه مادر میتونم کل مسیر رو ردگیری کنم. زمانبندی کار به صورتیه که در هر حالت ماشین زودتر از زمان تعیین شدهش به محل برسه و راننده هم یه پسورد مخفی داره که باید به بچه بگه تا بتونه سوارش کنه. اینطوری دیگه خیال همه راحته. خب اولش یه تکس رو گوشی میگیرم و بعدش میان دم در، پسورد رو به هم میگن و میریم سوار ماشین میشیم و با هم حرف میزنیم. برای راننده ها که اغلب خودشون هم مادر هستن، این شغل خیلی پرارزشتر از صرفاً راننده تاکسی بودنه. رانندگی با کلی بچه جور و جور چطوره؟ چه برخوردهایی میبینین؟
راستش بستگی داره، یعنی بستگی به بچه داره. وظیفه من طبعا اینه که رفتارم دوستانه باشه، منتها بعضی بچه ها تا سوار میشن هدفون میذارن و موزیک گوش میدن و یه جورایی نشون میدن که میخوان استراحت کنن، به این خاطر که از مدرسه، کلاس رقص یا جاهای دیگه دارن برمیگردن. در عوض بعضی بچه ها هم هستن که اهل صحبت و خوشو بشن. من باید حواسم به وضعیت روحی و احساسیشون باشه. الان کارلی میتونه به کلاس رقص مورد علاقش بره و جنیفر هم میتونه راحت تر به باقی کاراش رسیدگی کنه. من نمیتونم هر روز از سر کارم زود بزنم بیرون. الان اوضاع خوبه. به هر حال برای پرداخت هزینه کلاس رقص لازمه که برم سر کار. تا این لحظه خدمات هاپ اسکیپ درایو محدود به مناطق خاصی از کالیفرنیا است، ولی قراره که در آینده دامنه فعالیتش با دقت گسترش پیدا کنه. برای کاهش هزینه سرویس گروهی هم به خدماتشون اضافه کرده که این کار ازدحام دوروبر مدارس رو هم کمتر میکنه. کلیک این هفته هم اینجا به پایان میرسه. تکرارش تو وبسایت ما ببینید به نشونی bbcpersian.com/click. برنامه قبلی رو میتونید تو یوتیوب بی بی سی فارسی پیدا کنید. با ما در تماس باشید. توییتر ما هست @persianclick، ایمیل ما هست persianclick@bbc.co.uk و فیسبوک ما هم هست facebook.com/persianclick. ممنون از همراهیتون. تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.